درود به همه دوستان عزیز، امیدوارم هر کجای دنیا که هستید شاد و سلامت باشید. دوستان، امسال میتونه سال بسیار خوبی برای همه ما باشه. میتونیم خیلی نزدیکتر بشیم به رویایی که داریم، میتونیم به اهداف بزرگی که توی ذهنمون هست برسیم و این اپیزود دقیقاً ربط داره به برنامه ریزی برای سال 2019. من حسین عزت هستم، مدرس موفقیت و کارآفرین. با من همراه باشید. خب نوا قایم میلنر، امیدوارم که سال 2018 سال بسیار خوبی براتون باشه، بوده باشه و اینکه حالا برنامه ریزیایی داشتید یا حالا به درصدی از اهدافتون رسیدید یا اینکه در شرفش هستید یا حتی با خیلی از اهدافتون آشنا شدید. دوستان، میتونید درسای بزرگ از سال 2018 بگیرید، میتونید خطاهاتون رو تو سال 2019 کمتر بکنید، ولی مهمتر از همه اینها چیزی که میخوام روی اون فوکس بکنم اینه که ما میتونیم هدفهای بزرگی داشته باشیم برای امسال. امسال بالتر میتونه بهترین سال زندگی شما باشه، چرا که تکنولوژی پیشرفت کرده، چرا که شما با مطالب بیشتری آشنا شدید، اطلاعات بیشتری دارید و در نهایت به نسخه بهتری از قبل خودتون تبدیل شدید. پس باید توجه داشته باشید، امسال میتونه سال بسیار خوبی برای شما باشه اگر برنامه ریزی خوبی برای اون داشته باشید. دوستان، یک راست میرم به سراغ این که ببینیم ما چه چیزی توی امسال از خودمون انتظار داریم. دوستان، ازتون میخوام که امسال سال 2019 خودآگاهی خودتون رو افزایش بدید، مهمتر از اون روحیه یادگیری خودتون رو افزایش بدید، روی شخصیت خودتون بیشتر کار بکنید، شخصیت قوی تری بسازید، صبر بیشتری داشته باشید تا به هدفتون برسید. خیلی از دوستان مهارت رو دارن، هدف رو میدونن، رویا رو میدونن، اما صبر ندارن. اگه میخوای به نوک قله کوه برسی، باید صبر این رو داشته باشی که از دامنه کوه بری بالاتر. پس صبر داشته باش. خیلی اوقات این مورد کار رو خراب میکنه. امسال خیلی بیشتر از هر زمانی باید روی خودت کار بکنی دوستان. میرسیم به مورد اول. دوستان، ما باید ببینیم که توی سال 2019، سالی که پیش رو داریم، 365 روزی که هست، ما دوست داریم چه ویژگی هایی به خودمون اضافه بکنیم. قبل از اینکه به سراغ اهداف مالی برید، به سراغ اینکه بگید من فلان ماشین رو میخوام بخرم، فلان خونه رو بخرم، فلان سفر رو میخوام برم، قبل از اینکه هر چیز مادی را بخواید داشته باشی، شما باید یک کرکتر یا یک شخصیت رو بسازی. این شخصیت و کرکتر کیه؟ این همین چیزی است که الان جلوی شما نشسته. من به عنوان حسین عزت‌خواه یک سری ویژگی و صفت‌هایی دارم که اینها باعث میشه من به یک سری دستاوردهایی توی زندگیم برسم. پس اگر من مستقیم به سراغ دستاورد برم، دارم راه را اشتباه میرم و احتمال زیاد به هیچ کدوم از اون دستاوردهایی که میخوام نمیرسم، چون این شخصیت رو نساختم. اگه میخوای ساختمون محکم بسازی، و ستون محکم برای اون بگذاری، نه اینکه صرفاً بخوای اول روی زیبایی اون ساختمون کار بکنی، نه. خرید ماشین، خونه، چیزایی مادی، همه مواردی است که فوق‌العاده ظاهریه و تو باید از درون خودت رو بسازی. پس الان وقتشه که به این فکر بکنی چه ویژگی‌هایی تو باید داشته باشی توی نسخه جدید خودت که توی سال 2019 داری رقم می‌زنی برای خودت. چه ویژگی داری؟